دیروز وقتی ویدیو رو گرفتم و تمام شدم، اومدم پایین دیدم کلاس زبانم. نامه ها رو میزنن رو پنجره ها که این آفتاب نخوره به این پروژکته. قبل رفتم که برم جاینشم به کلاس. معلمون به اون بازی داد، اون اکسا رو داد با اسماشون. باید یعنی اینجوری میذاشتیم روش. اینجوری اینجوری کل میز اکس رو دادن. اومده داره بررسی میکنه ببینه اینا غلط نداشتن. ما اون میزا با هم تموم شدیم، اینا هم بعد ما تموم شدن. حالا ببینیم چند تا غلط داریم. یه دستی من میزم. خیلی خوب بود، بازی کردیم و اینا. البته برای من ایزیه، اما خب خوبه مثلا تو جمع باشی و با همه در ارتباط باشی و دوستای جدید پیدا کنی و یه عالم دوست اسپانیایی پیدا کردم. اینا چقدر زبونشون خوبه. عاشق زبون اسپانیایی هم، عاشقشم. یعنی باید یاد بگیرم، یکی از فیوریت زبونایی که واقعا دوست دارم یاد بگیرم و حتمنم میرم تو کارش. امروزم سر صبح که بیدار شدم و اینا، گفتم حالا بذار یه نون درست کنم. من دوباره نون درست کردم، الان میخوام برم ببرمش پایین تو فه. الان 2 ساعته گذاشتمش که واو، که یکم استراحت کنه. الان با هم میبریم پایین و میذاریمش تو فر. ولی سایزاشون رو یکم بیشتر گذاشتم، یعنی پهن‌ترشون کردم. مثل قبلی ها نبود که توپل در بیاد. الان هم مرغ گذاشتم بپزه. ساندویچش کنم با این مرغ. گفتم اینم آبشه با این سفره و مرغم. همین نونایی که درستش کردم ساندویچش کنیم و بخوریمش. هم از نهار امروز به روش عربی درست کردم. میخواستم بذارم تو فر، اما دیگه فرا همش پر بود. امروز روز خیلی شلوغی بود برای آشپزی. آشپزخونه خیلی شلوغ بود. سریع‌ترین راه ممکن این شد. بفرمایید. نونیه که خودم صبح درست کردم. خیلی اصلا یه چیز عجیب غریب شده. رسیپیش یه چیز دیگه زدم، اما دیدم خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. جات خالی. عالیه. جات خالی. آفتاب زده رو صورتم، همه بدیای صورتم رو زده بیرون. خیلی دارم غصه میخورم که صورتم اینجوری شده. نمیدونم چیکار کنم. نوبت دکتر دارم، فردا میخوام برم دکتر. البته دکتر فردام دکتر ارتوپده، دکتر پوست نیستش و 100% قراره که بهم بگه باید بری پیش دکتر پوست. اما خب من تلاشمو میکنم، چون همزمان فردا هم دکتر ارتوپد دارم واسه پام، هم دندون پزشکی باید برم که هنوزم دندونی که تو یونان کشیده بودم و هنوزم بعد یه ماه بخیه‌هاشو نکشیدم بیرون و باید برم بخیه‌هاشو بکشم بیرون، چون بدم میاد ازش، بو گرفته، دهنمو خیلی بد کرده و باید حتما رسیدگی کنم بهش. و یه دندون دیگه هم بالا نیاز داره به عصب کشی. اینا رو باید همه رو انجام بدم و دیگه اینجوری. آخر هفته قراره با دوستایی که اینجا باهاشون آشنا شدم بریم این شهر دیگه اونجا خرید کنیم، چون این سوپرمارکتی که تو این شهر ما هست خیلی گرونه، بیش از حد گرونه و دقیقا همون آیتمایی که تو این سوپرمارکت هستش اونجا هستش، نصف قیمت شاید هم کمتر. بعد دیگه همه با هم برنامه ریزی کردیم که بریم اونجا و دیگه ببینیم چجوری میشه. میدونم که خوش میگذره، چون آدم های خیلی خونگرمیان، دقیقا مثل خودمونن و کامل باهاشون دوست شدم و اینا. و دیگه اینجوریه. حالا میخوام بهشون بگم که اگه دوست داشته باشن بیان تو ولاگام،
چون همه خوششون نمیاد بیان تو ویدیو و مثلا برن تو پابلیک اینا، اما میخوام قبلش بهشون بگم بعد دعوتشون کنم واسه ویدیو ها. مگه دوست دارید از این فیلم خیلی خوشم اومد؟ حتما ببین، خیلی خوبه، خیلی معتادش شدم، خیلی خوبه. الان ساعت 11:10 است و من دارم پینات باتر میخورم خاطر اینکه گشنمه و هیچی نداریم، یخچال خالیه و اینکه فردا باید برم خرید، نوبت دکتر دارم ساعت 9 و اعصابم خیلی خورده چون که هرچی تو اینستاگرامم و سوشیال مدیا داشتم در مورد اخبار اینا ایران همه رو حذف کردم و آنفالو کردم به خاطر اینکه واقعا دیگه داشت اعصابم خرد میشد، همش حالم گرفته میشد، گریه میکردم و اینا. خودم هزار تا بدبختی دارم و هزار تا مشکل دارم. یه آدم این سوشیال مدیا رو باز میکنه فقط اخبار بد 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 بد. الان چند ماه روح و روانمون ریخته به هم، یه تصمیم گرفتم همه رو حذف کنم و یه مدت مغزم پاک بشه از این اخبار واقعا. و اینکه نمیدونم سیتینگ یوتیوبم به چه مشکلی برخورده که اصلا به بقیه نشون نمیده و از این خیلی اعصابم خورده و دلیلش هم نمیتونم پیدا کنم که به خاطر چیه. همش دارم سرچ میکنم، تحقیق میکنم، چیز خاصی پیدا نمیکنم و تمام تنظیمات و همه چیه چنلم اوکی اوکی هستش و به خاطر همین به حمایت شما بیشتر احتیاج دارم. لطفاً اگه ویدیو منو میبینین لایک کنید، اگه میتونین برام کامنت های قشنگ بنویسید یا از چه ویدیوهای خوشتون میاد بهم بگید که من بیشتر رو اونا مانور بدم و اینکه لینکش رو برای دوستاتون بفرستید که ویدیوهای منم ببینن. همین دیگه، میرم بخوابم. اگه بتونم بخوابم با هم با تمام این چیزایی که الان دیدم تو سوشیال مدیا، فردا باید باشم دوش بگیرم و برم دکتر. بای. یه چیز جالب بهتشون بدم، این خورماست. خب ما تو مارکت خریدیم، بعد اومدم نگاه کردم دیدم گفتم ببینم مال کجاست، بعد بگو مال کجاست؟ ایران، مال ایرانه. آقا اومدم ویدیو بگیرم، گوشیم با کله افتاد تو چایی. تنها دارایی من تو کل دنیا این گوشیه، اگه خراب بشه به فنا میرم. اومدم براتون خرمای ایرانی امتحان کنم. سختی مغزی رو قبلی کردم، گفتم گوشیم خراب شد، خدا کنه چیزیش نشه. الان ساعت 9 صبح و نوبت دکتر دارم، دارم میرم دکتر ارتوپد اول، بعد میرم دکتر دندون پزشکی. اون دندون بالام خراب شده و بخیه دندونی که کشیده بودم هم در بیارم و اینم وسایلی مربوط به دکتر آزمایشایی که توی یونان برای پام گرفته بودم و تموم نشده بود، برم اینجا ببینم میتونم پیگیرش بشم یا نه. دعا کنید برام. از بس لباس ندارم و هیچ لباسی با خودم نیاوردم، همش دارم لباس های تکراری میپوشم رو اعصابمه. یعنی قشنگ گفتم قبل اینکه برم یه قهوه بخورم، دوز قهوه‌م آوردم پایین. قبلا اگه یه قاشق میریختم، الان نصف قاشق رو میریزم با شکر و بیشتر شیر. بعد اینکه برم این دکتر ببینم چی به چیه، چون واقعا دیگه دوستم رو اعصابمه.
خشک میشه، خشک هرچی میزنم و چیز میکنم بازم اونجوری میشه. برم دیگه، امروز نوبت کلی دکتر دارم، باید از اول بکوبم بسازم. بریم. نمیدونم اینجا منظورش از دکتر اپوینتمنت چیه. من این نوبت رو برای پاهام دارم، یعنی باید بنویسه ارتوپد، مثل همینی که نشته دنتیست باید این همونه ارتوپد. به خاطر همون احساس میکنم این دکتر عمومیه نه؟ و پس میتونم پوستم هم بهش بگم. یس. من اومدم بیرون که برم دکتر و دوباره تیپ گنگی زدم. نزدیک همین کناره، هوا هم خوبه، فکر کردم خیلی سرد بود. و همین الان از دندون پزشکی تمام شدم، دهنم کجه. من اومدم خونه، بعد احساس کجی دهن دارم، ولی خیلی قشنگ دندونم رو درست کرده. این بود، عصب کشی کرد و بعدش پرش کرد، گفتش که تا 4 هفته تا 6 هفته بعدش اگه اینجا بودی، تو این شهر بودی، دوباره بیا پیشم، اگه هم نبودی یه سری نوت برام نوشت، گفت بدش به دکتر بعدید. و دکتر پام گفتش که ما نمیدونیم کاری برات بکنیم. گفتم من درد دارم، پام درد میکنه الان، 2 سال پای من اینجوریه و اینا. گفتش که نه، یه سری دلایل آورد که نمیتونی فعلا. خلاصه که فعلا پام آم عاشق اینم، آفتاب میزنه تو اتاق. یه چیز خیلی جالب امروز تو مطب دیدم، وای درم کجه. وقتی وارد مطب شدم بهم گفتش که باید کفشاتو در بیاری. نمیدونم چرا خیلی جالب بود برام، اما کامل کل ساختمون تمیز بود. بعد انگار پرسیدم و اینا، رفتم سرچ کردم، دیدم که اینجا کلان این کشور فرهنگشون اونجوریه. بیشتر جاها، مخصوصا جاهای پابلیکی که مثل دکترینا، جاهای دیگه که باید بری، باید کفشاتو در بیاری. بعد این برام خیلی جالب بود، چون فقط تو کشور خودمون تو ایران دیده بودم، اونم تو خونه ها، نه مراکز پزشکی، مراکز عمومی، اینجور جاها کسی کفش در نمیاره. اما اینجا الان وقتی دیدم خیلی تعجب کردم. بعد هر کی وارد میشد دیدم همه میدونستن، چون خودشون اهل اینجا بودن، هر کی وارد میشد کفششو در می آورد دم در، بعد میومد تو. خلاصه که این چیز خیلی عجیبی بود برام، گفتم به شما بگم ببینم برای چیه. لبم کج، من دیگه ویدیو نمیگیرم تا دهنم خوب بشه. بای. دیروز بعد اینکه از دندون پزشکی اومدم دیگه ویدیو نگرفتم. آخرین ویدیویی که گرفتم این بود که دهنم کج شده بود و نمیتونستم حرف بزنم و دیگه کم کم شروع کرده بود به درد. من فقط یه مستکن خوردم و ساعت 1:30 بود خوابیدم تا ساعت 4. بعد با سردرد شدید من از خواب بیدار شدم، لثم درد میکرد وحشتناک، یه چیز عجیب بود. بعد دوباره یه مستکم خوردم و اینا، پاشدم دیدم هیچی نداریم واسه خوردن، تمام وسایلمون تمام شده بود، وسایل خوردنیمون. رفتیم مارکت. سنی خودم پایی و جورا برم میرم خرید. هوا خوبه. شبیه چیز شدم نایلون ست داشت خود. خودم اونجوری احساس کنم، اونجوری هم اگه اون شبیه اونی هم که میگم برم بنویسید. میخوام یه چیزی بهت بگم. اول که میای اروپا چند ماه اولش اینجوری یا اینجوری، بعد یهو تبدیل میشی به اینجوری. چون اینجا همه راحتن، هیچکی به خودش نمیرسه زیاد. آرایش بکن، موهاتو صاف کن، نمیدونم
لباس های اتو کشیده به کجا راحت ریلکس. امروز خیلی هوس ماکارونی ایرانی کردم، میخوام دم بذارمش، دم بکشه با تهدید. یه سری خرید کردم و یه غذا درست کردیم خوردیم. عاقبت کار، اما تهدیگاه یه خورده سوخت. پس چی؟ الان بهت میگم چی. پس چی؟ شعار ما اینه که از سنگ نرمتر رو اینجا باید بخوری. چرا؟ چون پناهنده ای، اگه نخوریش گوش نمیمونی. پس میخندی؟ باید بخوریش. باید بخوریش. کل شب و من سردرد شدید داشتم و نمیدونستم برم چیکار میکنم. شبیه کیک درست کردم. چه کیکی؟ کشمش ریخته بودم توش، بعد نمیدونستم کشمش ها رو چجوری بریزم توش. اولین بارم بود انگار کشمش ها چون دمای خیلی زیادی بهشون خورده بود ترکیده بودن، آبشون اومده بود بیرون و کیک پف نکرد، خراب شد. دیگه بیشتر عصبی شدم. خلاصه هیچی هم دیگه نداشتیم تو خونه، فقط در حد یه وعده غذای خرید کرده بودیم. بعد دیر وقت هم بود و اینا، منم حسابی هوس و خوراکی کرده بودم و هیچی نداشتم. بعد امروز قرار بود با دوستامون اینجا بریم یه شهر دیگه سوپرمارکت که اونم نشد و الان پاشدیم دیدیم خودشون رفت. نمیدونم چرا، ولی صبح زود خودشون رفته بودن، نمیدونم بخاطر چی. اما بهتر، چون الان از ایمیگریشن اومدن و من باید دوباره نوبت دندون میگرفتم، چون دکترم گفتش که بعد 4 تا 6 هفته باید دوباره بیای و ببینمش دندونتو. و به خاطر این نرفتم. خدا رو شکر میکنم که نرفتم، چون اینو از دست میدادم و سری چیزای دیگه. من صورتم رو فهمیدم چرا اینجوری شده. الان به این آقای امیگریشن گفتم که من صورتم خیلی بد اینجوری شده و اینا، نخواستم دیگه دوباره بگم نوبت دکتر میخوام. گفتش که اگزمای پوستی گرفتی و خودشو نشون داد. گفت منم از وقتی اومدم اینجا با آب و هوای اینجا پوستم سازگار نیست و اگزما گرفتم. بعد دیگه باید برم ببینم چه کرمایی هست برای اگزما، ببینم به صورتم ببینم خوب میشم یا نه، چون هر روز داره بیشتر میشه، دستام اونجوری شده میخاره، وضعیت خیلی بدیه. چه آفتابیه دوست دارم. جونم برات بگه که اینم از دوران پناهندگی و مشکلاتش و سختیاش و که واقعا آدم رو از پا در میاره، که برای هر چیزی باید به 1000 نفر بگی تا برسی به اون چیزی که میخوای. و واقعا شرایط خیلی سختیه،
شما هم برام دعا کنید که هر چه زودتر از این وضعیت خلاص بشم و دوباره بتونم برگردم به زندگی نرمال قبلم، و خیلی هم امیدوارم بهش. هیچی دیگه شما برام دعا کنید. بعد ببین اینجا خوبه، یعنی من هر روز میگم واقعا من عمرم توی یونان تلف شد. اینجا اگه به 1000 نفر میگی، اونجا باید یه سال میدویدی تا میتونستی بری یه دکتر. اگه میتونستی بری، میافتادی به جون دادن، نمیذاشتن بری بیمارستان. واقعا نمیذاشتن، نمیذاشتن. مگه اینکه میرفتی اورژانس، اورژانس هم بایدار تا بدبختی اگه بد رسیدگی میکردن، اگه جوابتو میدادن. حالا اینجا خوبه، آدم میره به یکی میگه، پیگیرش میشه، من مثلا یه نوبت برات میگیره که بری دنبال کارات. اما این لیونان میگم فوش نه. بعد من اینو برای کسایی میگم که اونجا پناهنده بودن، میگم نه برای کسایی که یه زندگی نرمال دارن و کسب و کارهای خودشونو دارن و کلا مثلا چندین سال اونجا زندگی میکنن، راحت میتونن برن پیش دکتر خصوصی، اونا رو نمیگم. کسایی رو میگم که پناهنده بودن و مجبور بودن با آفمی و اینا برن نوبتهای دکتر بگیرن که سالها طول میکشید برن دکتر، من اونا رو میگم. فقط خواستم که یه شفاف سازی کنم همین.